به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت مهمانان حاضر در برنامه و رسانه های عزیز ما، از رسانه دهکده، رسانه پیمان جاغوری، رسانه وادی نور و همچنان رسانه تمدن جاغوری. وقت از زان ما در سر تا سر دنیا بخیر، امیدوار هستم همگی صحتمند، خوشحال و پر از انرژی باشین. بسیار خوشحال هستیم که یک بار دیگر با جمعی از بزرگان و رسانه های محترم و مهمانان عزیز ما، از حتی میتونیم بگیم از کشور استرالیا، آقای افتخاری صاحب بسیار خوش آمدین و بانو سهیلا جاوید بسیار خوش آمدین. بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره برنامه در اینجا تدارک دیده شده و ما دعوت شدیم و امیدوار هستم که برنامه ما انشالله یک موثریت جامعی را داشته باشد در قسمت انعکاس کارها و برنامه های توسعه‌ای از این منطقه و همچنان در قسمت جذب حمایت های معنوی و مالی خیرین محترم. آقای اخلاصی صاحب شما میتونید برنامه را پیش ببرید. بله، خواهش میکنم. کرمی صاحب بسیار خوش آمدین و ما قسمی لالا خیلای آقای حیدری صاحب و آقای اکرمی مو همکارای چند سال پیش هسته دیگه، بعد از سالها یک دیخ منگنی از بس که شیرنگی لالایگی از مقدر است دیگه. آقای افتخاری صاحب از امو سرداران سازندگی که بعد از اینکه بند شهدا بسیار وضعش خوب نبود، ایشان بزرگواری کردن، اولین قلم حواله به تلاش های ایشان و جمعی از عزیزای شهر سیدنی اینجا رسیدن و ما بسیار با دل پر کار را شروع کردیم و بانو سهیلا جاوید یکی از خواهران فرهیخته ما که وجودش واقعا باعث افتخار مردم ما هستن، برای مردم خود امروز سخن خواهد گفت. ما شما تشکر نم و از عزیزای سپاسگزارینم به عنوان یک همکار بند شهدا یاد قول که اونا بعد از مدت ها تعطیلی بالاخره در این روزا پیامایش مسلسل برای از ما میرسن که کار را متوقف نکنیم، ما در خدمت بند شهدا خود بودیم و کمک های خود را به زودترین وقت انشاءالله روان میکنیم. و امو قسم امروز جناب آقای نوروزی صاحب دوباره پیام داد که از نروژ که به صرف تمام شدن کار بند شهدا حتما در مو لحظه در مو روزهای نخست باید کار بند مسافر را هم شروع کنیم. ما میگیم چشم، در ختم کار بند شهدا ما بند مسافر را فوراً آغاز میکنیم با امید خدا. و البته از شما دوستان توقع همکاری را داریم که یقینا اگر دوستان میخواهی یک نقطه بسیار سرسبز و زیبای جاغوری را ببینه، خیلی خوبه که یک چکر باید اتقل را ببینه، ناور را ببینه، از گردو تا دوزرگ را هرچی که چی میارینه. و البته از یک دم بخواهی زیباتر شنه انشاءالله، فقط نیاز به ایدره که نمی آبهای سمت غرب اتقل را که مهار کنیم که او زمان قسمت های عمده انگوری و اکثریت مناطق اتقل از یک دم زیباتر خواهد شد دیگه. ما از این پیشم زیاد صحبت گفته صحبت ها دشته بوده، از این بعدشم خواهر سهیلا جاوید اینجا هستن، مایکا در اختیار شده هستن، مایکا رو ما میگرم، زحمت شده ما میکشم، خیر است. این حال شما نه پروانه را یعنی آماده هم صحبت های اختیشته باشیم. بخشی دوستا برام خداوند رحمه، سلام و احترامات خود را و دوستا و بنده های گرامی، امید که صحتمند باشین. خب امروز پنجشنبه 14 سو هست و ما سهیلا جاوید با ایده از دوستا و برادرای محترم این جمله آقای علیزاده، آقای اخلاصی، آقای شریعتی و آقای کریمی در بند شهدا واقع در منطقه سگپریده هودقل هستیم. خب اینجا هم که جای دیز دوستا خالی، هوا بسیار خوب هست، آفتاب بهاری، هوای ملایم و طبیعت سرسبزی، همه چی عالیه، ولی فقط اینجا یک مشکل وجود داره که مستوجب ناراحتی و نگرانی ایده از دوستا و مردم شده. بله. که من مطمئن هستم همه دوستا از این مشکل آگاه هست، بخاطر که قبلا هم آقای اخلاصی ویدیو داشتن، گزارش داشتن و این مشکل برای بارها و بارها بازگو کردن. خب مشکل بند و مشکل سرک هست، مربوط هر دویش میشه. خب مشکل فعلی کمبود بودجه هست. ما یک ضرور مثلا برای مخواه اخلاصی ده هزارگی که میگه گاو را که پست کدی در دنش رسندی اعلان کن. بله. فعلا هم قضیه از ما امیت یک گپه
گاورا پست کردیم، تقریبا در دومش رسیدیم. بله. دیگه فقط با اندک همت، کمک و همکاری دوستا و برادرا انشالله که بخیر داوام پست میشه. بله. کار به اتمام میرسه. خب من امیدوار هستم که سرک وصل شوه و بند ساخته شه. دیگه ما نمیخوایم که ناسپاس باشم، هیچ کس نباید ناسپاس باشه. ما همیشه همه ما شاهد همکاری، قبلا هم گفتم بازم میگویم که ما شاهد همکاری و مهربانی و کمک شما بودیم، چه در کار بند چه در کار سرک. ولی من مطمئنم که هیچ کس کار ناقص را دوست نداره. بله. هیچ کس کار ناقص را نمیپسنده. پس کار ما فعلا تا جایی را ناقص هست. بله. درسته؟ بله. سرک وصل نشده و آبرین دوچار مشکل میشه وقتی از سرک وارد منطقه کاتو و یا هودکل میشه. خب من امیدوارم که کار اینا تکمیل ما و شما تکمیل شده. انشاءالله. و یک چیز دیگه هم هست که ما قبلا در ویدیوهای شما دیدم که دوستا پیشنهاد کرده بودند که کار سرک یا کار بند را متوقف کنن، ولی به نظر من کمک همیشه نباید $1,000 $10,000 باشه. بله. کمک فقط به اندازه توان، هر قدر 50 100 200 هر قدر که شما توان داشتین، به خاطر که از این کم و بیش ها مشکل ما حل میشه. بله. و همچنان یک نکته دیگر هم هست که کمک همیشه برای کسای خارج از افغانستان هست، نیست فقط برای مردان است. بله. کسایی که در داخل از افغانستان هستن وضعیت خوبی دارن، برای خواهرایی که خارج از افغانستان هستن، معمولا چون خانمایی که در داخل از افغانستان هستن وضعیت اقتصادی خوبی نداره. ده. پس من امیدوار هستم که همه کمک کنن، به خاطر که مسئله آبادی هست، همه ما باید سهیم باشیم در اینجا. انشالله. و من امیدوارم که از فردا ما شاهد کمک ها و همکاری دوستای ما باشیم. انشالله. و میگه قطره قطره دریا میشه. ما هیچ کس انتظار خیلی زیاد نداره، هر قدر که شما توان داشتین. و یک چیز دیگه هست، میگه همیشه وقتی میخواهید که کاری را آغاز کنید، تغییری را به وجود بیاری، باید همیشه از خودت شروع کنید. بله. خب ما هم میخواهیم که امروز خودم شروع کنم این کار را. امیدوارم وقتی که قدم اول را ما میگذارم، بله، دیگر را هم همراهی کنن. گرچند ما شنیدم از آقای خلاصی که قبلا مردم کمک کردن، ولی تا کلن تا وعده بوده تا جایی را. بله. تا هنوز کدام کمکی که چشمگیر باشه نیجا ما نداشتیم. بله. پس ما میخوایم قدم اول را بگذارم و امیدوارم که دوستان مرا تنها نگذارن. ما واقعا نمیخواستم اینجا حضور پیدا کنم، چون من قبلا وقتی دیدم که آقای خلاصی ویدیو داشتن و زحمت کشیده بودن، ولی تا جایی را که من خبر دارم نتیجه که چشمگیر باشه نداشته. بله. به او خاطر گفتم معمولا نه تنها ما، همه ما در جایی که مناسب ما باشه نمیریم، جایی که جوابی نباشه سوالی نمی کنیم، و به قول از ما جایی که کس که روی توبال نکنشه درخواست ننی. بله. پس من وقتی دیدم که شما میخواین که کار سرک متوقف شوه، پس اینجا معنی نداره که ما دوباره بیایم درخواست کمک کنم. ولی باز هم گفتم باشد چند کلامی بگویم، شاید دوستا کمک کنم. ولی واقعا امیدوار آمدم اینجا، امیدوار هستم که شما امید ما را ناامید نکنین. انشالله. پس اولین کمک را من میکنم. زنده باد آقای خلاصی، بخاطر که تا جای خبر دارم کمک هایی که در بند شده میشه آقای خلاصی تسلیم میشه. پس امیدوارم که بعد از این قدم اول را من گذاشتم، دوستا و برادرها سر از فردا کمک هایشان را در بند شهدا دریغ نکنن، و خیلی دو هفته دیگر سرک تکمیل شوه، و دفعه بعدی که ما وارد منطقه پاتو از سرک میشم، از سرک مسافر، از سر بند بیایم و برای دوستا ویدیو بگیرم. انشاءالله. پس هم اولین کمک از طرف من برای بند شهدا. امیدوارم که فردا پس فردا ما شاهد کمک های شما باشیم. سلامت باشید. یک دنیا سپاس از خواهر بسیار مهربان و قهرمان ما بانو سهیلا جاوید. خواهش میکنم. من تا جایی که دمی نزدیک یک سال هستن همکار هستم، شما اولین خواهری هستین که کمک شما اینجا میاد. و از جاهای دیگه ما خبریم که یک مادر قهرمان $100,000 را برای بند سنگجوی کمک میکنه، و در بند روزی الحمدلله ده ها مادر و خواهر لیست شده، و گفتن ما هم مثل برادرای خو امیر میخواییم زیادتر کمک بکنیم و کمتر نه. ما امیر به فال نیک میگرم، انشاءالله که امیر لازم است که برای ما گفتن. گرچن فعلا خودم کلام وظیفه ای ندارم، تمام هزینه های خیر هستن، مشکل ندارم. گران مهرم
پرداخت میکنم، ولی باز هم کم و بیش فقط خواستم سهمی داشته باشم. زنده باشین. در کار سرک، در کار بند شهدا امیدوارم که تکمیل شود. من واقعا آرزویی را دارم دفعه بعدی که من اینجا میایم دیگه سرک وصل باشه، بند بسیار زیبا سرفراز باشین. زنده باشین. تشکر از شما، واقعا این کمک شما هر چی باشه خیلی ارزشمند هستن. سلامت باشین. و مطمئن هستیم که انشالله شما را دوستا تنها نمیگذارم. من هم امیدوارم، خیلی با امید آمدم این بله. بله. دیگه امیدوارم ناامید نرم. انشالله سرفراز باشین. امی مایکا بستیشی تقدیم جناب آقای افتخاری صاحب. افتخاری صاحب و اینا خیر سهیلا هم برایش ممکاری میکنن. دست مصروفه، دست ده بری بوده قصه ببرشت. سلام و درم خدا خدمت شما دوستا و بندگان عزیز و خیرین و کمک کنندگان محترم. و این سلام و کمک تنها از طرف از من که نیه، از ما قاصدم است. از طرف یک جمعی از برادرای شهر سیدی مختارالدین کمک کنندگان را میخوانم. فقط است که کمک میکنند از دستانی که برای دعا بالا میرود مقدستر است. بله یکی بله لیستی کمک کنندگان سرک شهدا و بندی شهدای بزرگ که بعضی از این دوستان البته ما ببخشید ما در 25 آپریل از اون چمدیم یک مقدار پیسا را جمع کردیم، یک مقدارش هم ماندد که کربلای عبدالعلی جاوید را گفتدیم مسئولوش داد که باید جمع کنه، دیگه مشخص نشده بلیز من که چه قصه زود جمع شده چه قصه نشده راشی. ولی امو مقداری که مو لحظه ای که ما جمع کرد مو بر خدمت چی مرسونم که کی دیده که باقی بنده ممکن داره تا حالا همه دیده باشه انشالله. البته خیلی زی دوستا بارها یک دفعه دیگه میشه کمک داد، خیلی کمک داد زیاد جاد که داد یکی دایش یکی دایش اول باشد در بند، ولی بمون در بسرک کمک های شای شده باشد قبلا. اول کس در دلیست مون مستری تاهیر رضایی 500 دلار استرالیایی یک رسیده، حاج صفی 200 دلار رسیده، آصف یاوری 100 دلار، حاج امین 200 دلار رسیده، حاج نوری 500 دلار، وحید قربانی 100 دلار، زکی رسولی 100 دلار رسیده، رحمت الله احسانی 100 دلار رسیده، نعمت رحیمی 100 دلار، یما خندان 300 دلار رسیده، مهدی قربانی 200 دلار، مهدی رضایی 200 دلار، آصف حکیمی 200 دلار رسیده، عبدالخالق یاوری 100 دلار رسیده، عارف یاوری 100 دلار، شریف حسینی 100 دلار رسیده، عزیز یاوری 200 دلار، مهدی حسینی از قریه ملاشمجان 200 دلار رسیده، مرتضی ابراهیمی 150 دلار رسیده، حیات خوشنصیب 200 دلار، رحمت شفیعی 250 دلار رسیده، کاظم محسنی 150 رسیده، زیا عظیمی 200 رسیده، غلام صفی افتخاری خودم هستم که البته هم 200 دلار رسیده که ولی آره دست از این دوستا و کمک دهندگان که هست از واقعا چه از بوسیدن همی راست شنمی سرک هست خیلی طولانی دیگه از همه معلوم همزی منطقه هست از کنده گرفته تا منطقه پاتو که زردرگی پاتو اینا وصل شده ساخته شده، فقط یک مقداری که مانده اینجی که در سر بند شهدای یک 400 متر مانده کاره اینمی مانده که اتفاقا اینی کمک دهنده کمک کننده که هسته یک تیر دو نشان کده از یک طرف بند ساخته میشه از طرف دیگر راه وصل میشه. بخیر برادر عزیز انشالله که جورش نه دیگر راه وصله و بنم ساخته ای انشالله. آره دیگه بیشتر دیگه حرف نمیگیم چون تشکر. حرف هم نداریم، حرف دوستا گفتن. سلامت باشین اکرمی صاحب. من برای همه دوستا عزیزان که است آرزوی صحتمندی و سلامتی ان شاء الله. تشکر از شما جناب آقای افتخاری صاحب و به نمایندگی از کل عزیزا شما تشکر نه ان شاء الله که شما همواره پیام رسان از مو برای دوستا باشین. مو باور کن که دیگه امو یک برادر افغان بود گفت که پاس نماز که شما دوان نک نیمو مسلمان نیست نباش این در مسئله معروف هست مگه کاکای کنگور در تاکای فامیدی برادر عزیز یال هم کس این کمک و چه دوستای رفیقای که ما مایی مینجی تای تاون آقای شریعتی بود نمیشون آقا نیابود این اصلا اکرمیزی
خوی کلی گشت دوست با قدم قدم کلی قدی بور دیگه امی بور کد جم خلو همه اش توبت درود سلام به تمام دوستا و برادرها، تشکر به تمام مسافرین. از اول امی دوستایی که من جمع شده، یک جهان تشکر از جا، یک جهان تشکر مسافرین که به خاطر از یک زحمت میکشد، خودن چه در کجا، فامیل چه در کجا زحمت میکشه، ولی دیز موز داره کمک رایی نه، یک جهان تشکر ای را کمک رایی نه، کمک های زی برادران بیواز نماره با خاطر آبادی و سرسبزی منطقه یه، اگر می آو ای که نباره یه سودی نداره، اینمی با خاطر منطقه یه، اینمی سرگم با خاطر آبادی منطقه یه، می بندم با خاطر آبادی منطقه یه، یک جهان از تمام مسافرین که خیلی کمک کرده، تعالی مورد اینجا که رسنده از دوای سر مسافرین ایش. یک جهان تشکر از کل مسافرین، خدا حافظ. نه والا ما ایت رسته که زیاد گوام بلد نیم بسر بوخشین. سلام، چی رقم؟ سلام خدمت برادرای عزیز، دا چی دا داخل چی دا خارج، همه شما سرفراز موفق باشین. ما که همدوم از طرف حاجی قربان، حاجی قربان اکبری که از امریکا یک مقدار پولی را که مقداری 15000 دلار خونده شد که انشاءالله 4 روز یا 5 روز پاد انشاءالله او دیدرس قرار میگره. آره دیگه زیاد دیگه ما از اینکه نه آمدیگی حرف زده دارم ما نه زیاد بلد ما قچه با امید خدا با امید خدا دیگه خبر بلدیست بوی نمیست که هیچ پیسه باید آفرین. دیگه برادرهایی که در خارج هست در داخل هست موفق باشین انشاءالله، این بندی شهده از یا چیم نماره دیگه باز دوباره کمک منید ادامه دار موفق باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام درود دارم خدمت تمام حاضرین در جلسه و همچنین بیننده های گرامی که تصویر و صدای از مورا میشنوند و میبینند، انشاءالله که جور صحتمند باشند. ما هم سلام های گرم خود را از سر بند شهدای ودقل خدمت تمام عزیزان تقدیم منم. دوستای گرامی، امروز باز ما بسیار خوشحالیم که در خدمت آقای کریمی و آقای اخلاصی و همچنین خواهر مهربان از ما سهیلا جاوید و همچنین آقای افتخاری و برادرای نهایت محترم از ما که از اهالی قریه و همچنین آقای جعفری، بسیار خوشحالیم در خدمت شما قرار دارم و ما هم این بند را بسیار یک کار خوب یک فعال نیک میگرم بلده دوستا که واقعا زحمت کشیدن در این قسمت، بسیار زحمت کشیدن بند ساختن و همچنین این رای سرگ نامش چیه آقای خسه؟ سرگ شهدا که دوستا خیلی چندین بار تقاضا کردن که شما از این مسیر یک ویدیو بگیرین که امروز خوشبختانه ما در این مسیر قرار داریم که هم بند شهدا و هم سرگ شهدا را خدمت شما ویدیو گرفتیم و گزارش آماده کردیم که انشاءالله تا آخر را بیننده باشین. دوستای گرامی، ما زیاد وقت شما را نمیگیرم، فقط یک کمک از طرف علی برادر از مزار شریف که ارسال کرده و نمور خدمت از شما خدمتگزاران بند آوردم که و نمور تقدیم شمونم، دیگه وقت شما را نمیگیرم. آقای جعفر صاحب شما مایک رو بگیرم که ما این مالی وقتی پیسه گفتو یعنی میرم تقدیم آقای اخلاصی کنم که دیگه انشاءالله مسئولیت خلاص شنه. کمک و مساعدت از طرف علی از مزار شریف برای بند شهدای ادقل مبلغ 10000 افغانی که یعنی میر آقای اخلاصی صاحب شما مصرف کن، باز انشاءالله در آینده برادر نهایت عزیز از ما سلام های گرم خود خدمت همگیشم تقدیم کدم و انشاءالله بازم در آینده بلدشیم کمک و همکاری دره انشاءالله. دیگه ما تشکریم نمیم از کل گیشیم. دیگه دوستان محترم، بیننده های عزیز، میرسیم به آخر برنامه و سپاسگزار هستم از عزیزانی که امروز در برنامه مهمان بودن و جا داره که تقدیر و سپاسگزاری ویژه داشته باشیم. در قدم اول از خواهر مهربان و خواهر پرتلاش ما بانو سهیلا جاوید که امروز برای اولین بار در بند شهدای ادقل با ارزشترین تحفه از قشر بانوان ما هم در داخل کشور هم در بیرون از کشور برای بند شهدای ادقل کمک نمودن و جا داره که با وجود که در وطن هستن اینجا کدام وظیفه خاصی ندارن، اما
میگه که هر کس به اندازه توان خود یک کار انجام میده و اخلاصی سب دیگه. واقعا بسیار زیاد خوشحال هستیم و ما امیدوار هستم که اگر هر کدام ما به اندازه خواهر ما درک داشته باشیم و در قسمت آبادی و شادابی و سرسبزی مناطق خود سهم بگیریم، انشاءالله که همگی ما به رفاه اجتماعی و اقتصادی در جامعه میرسیم. دیگه واقعا یک سورپرایز بود برای مسئولین، برای مردم ما که خواهرانی که در وطن هستند و بخصوص خواهر ما که فعلا هیچ گونه درآمد و بودجه خاص را ندارن اما باز هم سهم گرفتن برای آبادی از یک پروژه. دیگه سپاسگزاری به جمع داشته باشیم از برادر عزیز ما از مزار شریف آقای شریعتی صاحب. برادر عزیز ما به نام علی، بدون شک انسانهایی که روح بزرگ را داشته باشن، انگیزه آبادی در وجودشان داشته باشن، قطعا برای از اونا فرق نمیکنه که کدام قسمت یا کدام نقطه از این وطن آباد میشه. اونا از مزار هستند و برای آبادی یک گوشه از وطن زیبای ما افغانستان در جاغوری و در حدقول زیبای ما و شما برای آبادی منطقه ما و شما سهم گرفتن. بله. انشاءالله اگر افغانستان ما زیبا آباد و سربلند باشه افتخار کل افغانستان است و ما سپاسگزار هستیم از برادر محترم ما علی جان. و اگر صحبتی باقی نمونده باشه از مهمانان عزیز ما از رسانه‌های محترم ما همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم تا برنامه بعد. شما را به لای پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. بدرود. بخیر.